خطاب به سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد منصفانه ای دارم سردار، شما و تمام همرزمانت از جای جای جهان در یک سو، ما در ارتش در کنار مردم از سوی دیگر، شما تا دندان مسلح، ما با تکیه بر ایمانمان مصمم، روز مرگ من ارتشی و همرزمانم باشد که تو وقیحانه در جمع پرسنل تحت امرت ظاهر شوی و آنها را تشویق کنی به ریختن خون مردم بیگناه. راه تو راه شهداست؟ شهدا اگر می دانستند که تو و امثال تو اینگونه به ریختن خون مردم بیگناه عادت می کنید، قبل از این که به جنگ با رژیم بعث و منافق و داعش بروند، نسل تو و امثال تو را مقطوع می کردند. سردار، تو تصویر مرا به خاطر بسوار، ما نیز تصویر و چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزمانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما باید در قدر و وظیفه رو خوب انجام بدیم. خدا رو در نظر بگیریم، مسیر که داریم بریم، مسیر درست. امروز اگه اینجا ما وایسادیم به یکی میخون برو، یکی دست میگیریم برای امنیت مردم، آقام بدن برای مردم، یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشو میکنیم رو هم باید بکنیم. چرا؟ چرا این کنتر رو دشتر کنیم بیرون پای تا دیگیم به اموال مردم برمیم، این یک اتفاق میگیریم کاملا برای مردم. هیچ کسی ما هیچ جایی مثل ما به فکر مردم نیم این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسیم، یک ذره شک نکنید به مسیر، یک ذره خدا شاهده ما این مسیری که داریم میریم مسیری که شهدا مو رفتن، اونا توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه دیگه، مسیری که حاج خاصن بودن کمیم دشمان رو خوب کاری کرده، چون اونا میخواد اصل نظام بزن، میخواد شهدای ما رو از اون بگیرم، ما میره از این راه شما از این دلافتان درست نگیم، از اینکه ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت. اصلا این لباس رو پوشیدن که پاسدار نظام باشه، پاسدار این مردم باشه، حافظ جان و مال و ناموس مردم باشه.